بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز. انشالله که همگی تان خوب و خوش و سر حال باشین. من مرضیه هاشمی هستم، استاد ریاضی صنف دهمتان، و امروز هم با یکی دیگر از درس های دیگر از ریاضی صنف 11 هم در خدمت شما عزیز قرار دارم. خب قسمی که همه تان در جریان هستین، ما فصل سوم کتاب خود را تمام کردیم. فصل مربوط به توابع بود. خب با انواع مختلف از توابع، با گراف هایشان و با طریقه رسمشان و هم ناحیه تعریف و ناحیه قیمت هایشان با تمامی از این موارد آشنایی پیدا کردیم. انشالله که فصل سوم را خوب یاد گرفته باشین، همچنان تمرین فصل هم حل کرده باشین. امروز میرسیم به چهارمین فصل از کتاب ریاضی صنف دهمتان. خب فصل چهارم کتاب ما مربوط به مثلثات میشه. توابع مثلثاتی رو ما با هم دیگر کار میکنیم. خب ببینین مثلثات چی هست؟ قسمی که شما در سالهای قبلی در صنفهای 7 و 8 و 9 هم شما بخش مثلثات را خواندین، میفهمین که مثلثات یک بخش از علم ریاضیات هست که با البته با مثلث دیگه در ارتباط است. قسمی که از نامش پیداست، یعنی از اضلاع و زوایای یک مثلث بحث میکنه. یعنی در مثلثات یکی ضلع مثلث داریم، یکی زاویه هاش داریم دیگه، غیر از اینا دیگه چیز نیست. و در این فصل از کتاب بیشتر با زاویه ها ما میخواییم که آشنایی پیدا کنیم و اندازه های زاویه ها را بفهمیم که به چه صورت هست یا بقیه موارد، که انشاءالله تمامی از این موضوعات را ما در فصل چهارم با هم دیگه کار میکنیم. عنوان درس امروز ما هست زاویه و رادیان و همچنان زاویه و واحد های اندازه گیری زاویه. خب ببینین زاویه در تمامی از اطراف ما، مثلا هر بخش از زندگیتان به یک زاویه ربط داره. مثلا شما ببینین در همین خانه که نشستین، درست است؟ در همین اتاق که هستین، هر طرف اتاق را ببینین حتما یک زاویه را اونجا پیدا میکنین. مثلا یک کنج اتاقتان ببینین، اونجا یک زاویه تشکیل شده. البته در اتاق بیشتر زاویه هاش چی هست؟ 90 درجه هستن. یا مثلا هر وسیله دیگر در خانه اگر شما ببینین، اگر با دقت بهش نگاه کنین حتما یک زاویه رو در اونجا پیدا میکنین. یا مثلا این شکل‌های مختلف رو ببینین، خب این رو ببینین، اینجا یک تا زاویه تشکیل شده. یا مثلا این پیتزا که اینجا هست، ببینین چند تا زاویه مختلف هست. یا مثلا ساعتی که در خانه ایتان هست، بین ساعت گرد، دقیقه گرد و ثانیه گردشان همیشه یک زاویه وجود داره. یا مثلا این شکل‌ها، یا این شکل ببینین، اینجا سقف از این ساختمان زاویه های مختلف تشکیل داده. یا مثلا این رایزینه یا این چوکی، مثلا هر قسمتش یک زاویه هست. یا مثلا اگر شکل دیگر رو ببینین، اینجا واضح‌تر معلوم میشه، یک قیچی است، درست است؟ اینجا یک زاویه تشکیل شده، اینجا دیگه زاویه، اینجا هم یک زاویه، در هم یک قیچی چندین تا زاویه رو ما میتونیم پیدا کنیم. پس زاویه در بخش‌های از مختلف زندگی ما هستن و کاربرد دارن. خب ببینین زاویه چی هست؟ زاویه در دو بخش است، زاویه در مثلثات و زاویه در هندسه. خب قسمی که شما در سالهای قبلی زاویه را در هندسه تعریف کردین، دیدین که زاویه را میگن که از اتحاد دو تا نیم خط چی شدن؟ تشکیل شدن، طوری که در یک نقطه اینا با همدیگر مشترک هستن. به این صورت خب ببینین دو تا نیم خط داریم، یعنی یک طرفش بسته هست، محدود است، و یک طرفش هم نامحدود. مثل ازی ای طرف تیر داره نامحدود، اینجا هم محدود، اینو بهش میگن یک نیم خط. خب زاویه را در هندسه ما چه رقمی تعریف میکنیم؟ میگیم که زاویه در هندسه از اتحاد یا از یک جا شدن دو تا نیم خط تشکیل میشه. خب این یک نیم خط، این هم یک نیم خط دیگه، درست است؟ خب طوری که این دو تا در یک نقطه با هم دیگه مشترک هستن، خب اینجا ببینین یک زاویه تشکیل شد. یا هم شکل های مختلف میتونین در نظر بگیرین، این هم به این صورت. خب اینجا هم یک زاویه تشکیل شد. خب این شد از بخش هندسه. و در هندسه که ما خوانده بودیم زاویه فقط از یک درجه شروع میشه تا چند درجه؟ 360 درجه. یعنی ما از یک درجه کمتر نداریم، از 360 درجه دیگه زاویه بیشتر نداریم ما در بخش هندسه. خب ولی ببینید در بخش مثلثات ما میتونیم که زاویه های مختلف را پیدا کنیم. خب اولی که زاویه تعریفش در بخش مثلثات، میگیم که زاویه از دوران یک دانه خط تشکیل میشه، درست است؟ شما این خط در نظر بگیرین، مگر این دوران به تام تر که اینجا انجامش ثابت باشه، درست است؟ خب این رو میگیریم چیکار میکنیم؟ دوران میتیم،
دورش میتیم، درست است؟ این نقطه هم تغییر نمیکنه. زاویه های مختلف هم میتونیم که تشکیل بدیم و زاویه در مثلثات بی نهایت زاویه وجود داره. این شما هر چقدر که زاویه خواسته باشین وجود داره در مثلثات. بر علاوه از اینکه زاویه های منفی و مثبت هم وجود دارن، مثلا ببینین اگر اینا رو ما در مثلثات در نظر بگیریم، جهت که خیلی مهم است، اگر تیر به این صورت باشه، خب شما ساعت خانه تان نگاه کنین، درست است؟ مثلا حرکت ساعت گرد و دقیقه گرد و ثانیه گرد به چه صورت هستن؟ به این طرف هستن، درست است؟ همیشه به همین سمت جریان پیدا میکنن. ولی اگر حرکت زاویه هم جهت عقربه ساعت باشه، یعنی به این صورت باشه، خب ببینین من تیرش به این طرف میزنم، یعنی این هم جهت عقربه ساعت شد، پس این زاویه ما یک زاویه منفی هست. ولی اگر خلاف حرکت عقربه ساعت بود، خب عقربه ساعت گفتیم به این طرف است، ولی اگر این طرفی بود به صورت خلافش حرکت کرد، بس در اون صورت چی هست؟ زاویه ما یک زاویه مثبت هست. خب ببینید اینجا خلافش هست مثبت، هم جهتش هست منفی. خب و بر علاوه زاویه مثبت و منفی گفتیم ما هر چقدر زاویه که خواسته باشیم میتونیم در مثلثات رسم کنیم. خب ببین که چند تا زاویه رو رسم کنم. خب اگر من این خط رو دوران بتم، درست است؟ مثلا تا اینجا رو برسه به این صورت دورانش دادم تا این نقطه رسید، اینجا چی تشکیل شد؟ یک زاویه تشکیل شد. زاویه هم مثبت است به نظرتان یا منفی؟ خب ببینین حرکتش خلاف جهت عقربه ساعت است، پس یک زاویه منفی هست. زاویه ها هم بیشتر به کدام حروف نشان میتن؟ مثلا تیتا، مثلا بیتا یا مثلا الفا، به این حروف هم میتونن نشان بتن. پس مثلا اگر این یک زاویه تیتا باشه، این مثبت است، مثبت تیتا. خب اگر من همین زاویه را چیکار کنم؟ یک کم گم دوران بتم، ببینین اینجا یک خط داریم، انجامش هم همیشه ثابت است. خب من این را دوران میتم تا این قسمت میرسه. خب اینجا هم یک زاویه تشکیل شد، به چی اندازه؟ به این اندازه. خب این زاویه رو دیگه حتما همتون یاد دارین، زاویه چی هست؟ به نام زاویه مستقیمه یاد میشه و وسعت و اندازش هم 180 درجه هست. خب ولی اگر من دورانش بیشتر بسازم، ببینین اینجا یک زاویه ما هست. خب من همین دوران میتم تا پس برسه به همین نقطه، اینه دورانش دادیم تا دوباره به همین نقطه رسید، این چند درجه است به نظرتان؟ خب تا اینجا شد 180، یک دور دیگه هم میزنه دو تا 180 میشه 360 درجه. پس یک دور مکمل را خورد، دوباره آمد به جایش استاد شد. پس میگیم که یک دور مکمل هم چند درجه است؟ 360 درجه است. خب حالا اینو میتونید یکم دیگه هم دوران بتین. خب تا این قسمت شد 360 درجه، ما میخوایم یکم دیگه هم این دوران پیدا کنه. خب مثلا دوران پیدا کنه تا این نقطه برسه. خب زاویش هم رسم میکنم. خب یک دور مکملش تا جای خودش شد 360 درجه. خب این زاویه هم اگر زاویه تیتا باشه، وسعت یا اندازش چقدر است؟ خب تا اینجا 360 جمع این قدر دیگه، این قدر دیگه هم بهش اضافه شد، 360 جمع تیتا. ممکن است تیتا هر زاویه باشه. خب اگر یک دور دیگه هم بزنین چند میشه؟ دو تا 360 720. هر چقدر که شما خواسته باشین میتونین زاویه ها را در مثلثات در نظر بگیرین. خب این موضوعات هم تمام میشه براتون گفتم. خب ببین یک مثالی که در کتابتان ذکر شده، گفته زوایای 60 درجه منفی 60 360 منفی 360 و 720 و منفی 720 چیکار کنین؟ رسم کنین. خب رسمشان هم که خیلی ساده هست. خب مثلا زاویه 60 درجه من چه رقمی رسم کنم؟ شما میتونین که یک نقاله رو بگیرین، درست است؟ زاویش اندازه گیری کنین و این را رسم بسازین. خب اگر ما به این صورت در نظر بگیرم، این ضلعش چقدر دوران میتونم؟ به اندازه 60 درجه. خب شما فرض کنین که اینجا 60 درجه است، پس این میشه 60 درجه، البته مثبت 60 درجه، پس تیر باید به این صورت باشه، یعنی این چی هست؟ با خلاف جهت عقربه ساعت است، پس میشه مثبت 60 درجه. خب بعدش چند است؟ منفی 60 درجه. خب پس به این صورت هست، باید حرکتش خلاف جهت عقربه، البته زمانی که منفی باشه مطابق عقربه ساعت، یعنی به این صورت.
خب اگر ای اندازش باشه 60 درجه و ای صورت دوران کرده مطابق عقربه ساعت، پس این میشه منفی 60 درجه. خب بعدیش 360 درجه. خب ببینین 360 درجه رو گفتم یک دور مکمل هست به این صورت، پس میتونیم که فقط این تو یک خط رسم کنیم به این صورت. خب به این میگیم یک زاویه مثبت 360 درجه. خب ببینین منفی 360 درجه بس چی صورت هست. خب این یک زاویه رو داریم. خب دورانش باید چه رقمی باشه؟ مطابق عقربه ساعت میشه منفی، خلافش میشه مثبت. خب این خلافش بود شد مثبت. حالا اگر مطابق عقربه ساعت حرکت کنه میشه منفی، پس باید این بار چون منفی هست مطابق عقربه ساعت، یعنی به این صورت این شد منفی 360 درجه. خب بعدش 720 درجه، یک بار مثبت 720، یک بارم منفی 720 درجه. خب مثبت 720، ببینین 360، یک دانه 360، دو تا 360 ما چند میشه؟ 720. پس اگر ما ایره دو بار دوران بتیم میرسیم به 720 درجه به صورت. خب البته مثبت هست پس خلاف عقربه ساعت باید حرکت کنه. خب به صورت تا اینجا شد چند درجه؟ 360 درجه، یک دور مکمل. بیان یک دور دیگه هم بزنیم. این چند است؟ به این زاویه میگن زاویه 720 درجه. خب منفی 720 این چیز است، فقط باید چی باشه؟ مطابق عقربه ساعت حرکت کنه. خب پس من رسم میکنم. خب منفی 720 این بار از اینجا شروع میکنیم یک دور 360 درجه، یک دور دیگه هم میزنیم اینجا منفی 720 درجه. پس شما میتونین که به همین صورت زاویه ها رو چیکار کنین؟ رسم کنین. خب این بود از حل مثال اول. بعدی خب ببینین حال ما واحد های اندازه گیری زاویه داریم، یعنی زاویه رو با کدام واحد ها میتونیم که اندازه گیری کنیم؟ سه واحد مختلف داریم: درجه، گراد و رادیان. خب ببینیم که هر کدام از اینا به چه صورت هست. البته امروز فقط با هم دیگه درجه را کار میکنیم. خب پس یکی از واحدهای اندازه‌گیری زاویه نامش از درجه، که البته شما این را در سالهای قبلی خیلی باش آشنایی دارین. خب ببینیم که درجه چی هست. میگیم که 1/360 حصه یک دوران عبارت از درجه میباشد. اگر یک دور مکمل شما در نظر بگیرین، خب حالا بر روی تخته براتون رسم میکنم شما میفهمین که به چه صورت هست. یا هم تعریف دیگه هم داره، میگیم که 1/90 حصه یک زاویه قائمه او هم چی هست؟ یک درجه حساب میشه. خب بریم توضیحات بیشتر رو بر روی تخته داشته باشیم. خب شاگرده عزیز ببینین، میگه که 1/360 حصه یک دوران میشه یک درجه. خب یک دوران ما میتونیم که به صورت چی در نظر بگیریم؟ در سالهای قبلی شما خواندید یک دایره میشه 360 درجه، پس همین دایره را میتونیم یک دونه دوران در نظر بگیریم. خب بیاین یک تا دایره رسم کنیم. اگر یک دایره باشد درست است؟ اینمی چند درجه است؟ 360 درجه. یک دوره مکمل میشه 360 درجه. خب بیاین اینه هم روی سیستم کمیات وضعیه اگر من در نظر بگیرم. خب زمانی که گفتیم یک دور مکمل هست 360 درجه، خب 1/360 حصه یک دوران. خب اگر ما امیره بخوایم چیکار کنم؟ همیره تمام شب به 360 حصه مساوی تقسیم کنم، درست است؟ اگر شما این قسم تقسیم کنین که 360 حصه مساوی شه به این صورت، این بسیار اندازه هاش کوچک میشه تا به اندازه 360 درجه شوه. پس همین یک قسمتش بهش میگن یک درجه، درست است؟ پس اگر شما یک دوران را به 360 حصه مساوی تقسیم کنین فقط یک حصه شو بگیرین اون میشه یک درجه. پس میگیم که یک درجه مساوی است به 1/360 حصه یک دوران، درست؟ خب حالا ببینین اگر ما همین یک قسمت از زیر در نظر بگیرم که همون یک درجه هست، خب این اگر ما مثلا فکر کنیم که ذربین گرفتیم این بسیار بزرگ نشان دادیم به این صورت. خب
در حالی که اقدر نیست دیگه، کوچکتر از این هست، درست است؟ خب پس ما فرض میکنم که ایره مثلا بزرگ بزرگتر کردیم، ایش رو یک درجه. حالا همین یک درجه را به 60 حصه اگر ما تقسیم کنم، هر حصه از اون میشه یک دقیقه، درست است؟ ما ایره به 60 حصه مساوی تقسیم میکنم، هر حصه چقدر میشه؟ یک دقیقه. پس میگیم که اگر ما یک بر 60 در نظر بگیریم، یک بر 60 درجه، یعنی یک درجه را به 60 حصه تقسیم کنیم، او چقدر میشه؟ یک دقیقه میشه. خب دوباره اگر ما همی یک قسمت کوچک از این دوباره بگیرم که همون یک دقیقه هست، دوباره او را به 60 حصه مساوی تقسیم کنم، اما یک حصه کوچکش چی میشه؟ یک ثانیه میشه. خب این از این قسمت. من در همینجا یک موضوع دیگر هم براتون بگویم. گفتیم که یک دور مکمل هست 360 درجه. خب پس اگر ما یک دور مکمل را به 360 حصه مساوی تقسیم کردیم، یک حصه شد یک درجه. خب حال درجه یک رقم دیگه هم تعریف داره، یک بر 90 حصه یک زاویه قائمه. خب اگر شما این در نظر بگیرید، ما این دو 4 تا زاویه قائمه داریم، درست است؟ اینجا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، هر کدام از اینا 90 درجه یا همون زاویه قائمه هستن، درست است؟ خب پس اگر من هم یک قائمه را به 90 حصه مساوی تقسیم کنم، یک حصه شو بگیرم، چقدر میشه؟ فقط یک درجه. خب پس همون گپ بیشتر ما شد. خب زمان که این 90 درجه باشه، این هم این 4 تا 90 درجه باشه، 4 تا 90 ما پس هم 360 میشه. پس هر زاویه ازی باید این اندازه ها 90 90 تا باشه. خب پس یک بر 360 حصه یک دوران یا هم یک بر 90 حصه یک زاویه قائمه را بهش چی میگن؟ درجه میگن. خب حال این موضوعات را شما حتما باید یاد بگیرین. به این صورت میگیم که یک درجه ما چند دقیقه هست؟ 60 دقیقه میشه، درست است؟ دقیقه را هم به این علامت نشان میتن. یک دونه زبر اگه داد میشه یک دقیقه، درست است؟ علامه درجه هم به این صورت است. پس یک درجه ما چند دقیقه هست؟ 60 دقیقه هست. خب حال هر دقیقه ای علامه دقیقه هست، درست است؟ پس دوباره هر دقیقه چند ثانیه میشه؟ 60 ثانیه. ثانیه را به ای علامت نشان میتن، دو تا زبر. پس یک درجه 60 دقیقه، یک دقیقه 60 ثانیه. خب پس من درجه رو میتونم که مثل ثانیه هم نشته کنم، پس نشته میکنم که یک درجه خب 60 دقیقه بود. خب هر دقیقه هم چند ثانیه بود؟ 60 ثانیه. این یک ضرب یک 60 دیگه هم میکنم. خب این به چی تبدیل شد؟ به ثانیه. 60 ضرب 60، 6 36، دو تا هم صفر داریم، 3600. پس میگیم که یک درجه، خب بیاین بالاتر بنویسیم، مساوی است به 3600 ثانیه. خب پس یک درجه 60 دقیقه، یک دقیقه 60 ثانیه، یک درجه هم 3600 ثانیه. یا برعکس هم میتونید نشته کنین. خب به این صورت اگر ما بخوایم که دقیقه و ثانیه را پیدا کنم، به این صورت میگیم که یک بر 60 درجه ما مساوی میشه به یک دقیقه، درست است؟ یک درجه را به 60 حصه تقسیم کنین، یک حصه شد یک دقیقه. دوباره اگر یک دقیقه را به 60 حصه تقسیم کنین، به چی تبدیل میشه؟ به ثانیه، یک ثانیه. پس میگیم یک دقیقه مساوی است به یک بر 60 درجه و یک ثانیه هم یک بر 60 دقیقه. خب این موضوعات ما باید یاد داشته باشیم. حالا میریم به هم دیگر مثال هم کار میکنیم. یعنی من میتونم که درجه رو به دقیقه تبدیل کنم، دقیقه رو به ثانیه، یا درجه رو هم به ثانیه. تمامی از این تبدیلات رو ما باید یاد بگیریم. خب مثال دومه که در کتاب تان آمده، گفته 35 درجه 15 دقیقه و 27 ثانیه. خب تمام از اینا یک چیز هستن، درست است؟ 35 درجه و 15 دقیقه و 27 ثانیه را گفته چیکار کنین؟ به شکل اعشاری درجه بنویسین. یعنی این دقیقه و ثانیه را هم باید به درجه تبدیل کنیم. یک بخش سوال. خب و قسمت دیگهش، اعشاری درجه را داریم، گفته به درجه و دقیقه و ثانیه تبدیل کنین. خب این اول قسمت اولیش کار کنیم. خب 35 درجه 15 دقیقه و 27 ثانیه. خب این رو باید به شکل اعشاری درجه تبدیل کنیم. خب حالا ببینین این 35 درجه فعلا خودش، درست است؟ چون این از جنس درجه هست.
دیگرای شما باید به چی تبدیل کنیم؟ به درجه تبدیل کنیم. خب بر از این که البته یک نکته توجه داشته باشین این که اگر میخواستین کوچک به بزرگ تبدیل کنین باید از تقسیم استفاده کنین، ولی اگر بزرگ به کوچک میخواستین تبدیل کنین باید از ضرب استفاده کنین. خب ببینین درجه از دقیقه هم کرده بزرگتر است، از ثانیه هم کرده بزرگتر است. خب فقط حال دقیقه فقط از ثانیه کرده بزرگتر است، پس اینا را ما در نظر گرفته و این سوال حل میکنیم. خب پس 15 دقیقه را باید به چی تبدیل کنم؟ به درجه. خب دقیقه دیگه کوچکتر از درجه بود، پس باید از تقسیم استفاده کنم. این یادتان بیارین که یک درجه چند دقیقه میشد. خب یک درجه چند دقیقه بود؟ 60 دقیقه. پس 15 را چیکار میکنم؟ تقسیم 60 میسازم. زمانی که تقسیم 60 اش کردم چی میشه؟ دقیقه و درجه تبدیل شد. 15 بر 60 درجه. خب علامه جمع را هم میگذاریم. 27 ثانیه را هم به درجه تبدیل میکنم. خب هم میتونین اول به دقیقه تبدیل کنین، هم میتونین بعد از او به درجه، یا هم راستن به درجه تبدیلش کنین. خب من اینجا پیدا کردم به چه صورت؟ گفتیم یک درجه 3600 ثانیه است، از همی استفاده میکنم. خب ثانیه دیگه کوچکتر از درجه بود، درست است؟ پس باید تقسیم کنیم. خب یک درجه میشه 3600 ثانیه، پس 27 را باید تقسیم چند بسازم؟ 3600. زمانی که تقسیم 3600 کردم ثانیه دیگه به چی تبدیل میشه؟ به درجه. خب اینا تمام شد، با هم دیگه جمع میکنیم. هر بین یک اختصار کنیم، یک 15 15 4 15 60، درست است؟ خب اینجا هم 3 9 27 4 9 36 400. خب پس اینجا شد 35 درجه جمع. اگر شما یک را تقسیم 4 کنین به اشاری تبدیلش کنین میشه 0.25 درجه جمع. بعدیش اگر شما 3 را تقسیم 400 کنین میشه 0.0075 درجه. این حتما شما تقسیمش انجام بدین. خب اگر من این 3 تا را به هم دیگه جمع کنم، خب 35 عدد سایزی دوتا چی هست؟ 0 هستن، پس میشه 35 اشاریه. خب دو تا از این با دو تا صفر از این میشه 25. 75 هم داریم، تمامش چی شد؟ به درجه تبدیل شد. 35 اشاریه 25 75 درجه. پس من تانستم درجه و دقیقه و ثانیه رو به چی تبدیل کنم؟ فقط از جنس درجه. و یا هم بعدیش که 48 اشاریه 36 25 درجه رو گفته چیکار کنین؟ و درجه دقیقه و ثانیه تبدیل کنین. خب بین اول 48 شو جدا کنم، 48 درجه جمع 0.36 25 درجه، درست است؟ خب من به این صورت نشته کردم، عدد صحیحش جدا کردم. حالا باید چیکار کنیم؟ خب درجه رو بین اول به دقیقه تبدیل کنین. خب زمانی که بخواین درجه رو به دقیقه تبدیل کنین، درجه گفتم بزرگتر است، پس از ضرب استفاده کنین. خب یک درجه چند دقیقه بود؟ 60 دقیقه، پس این ضرب 60 کنین، درست است؟ خب پس من به جای ازی درجه رو پاک میکنم، نشته میکنم ضرب 60. زمان که ضرب 60 کردم این تبدیل میشه به دقیقه. خب یک مقدار دیگه هم پیش بریم، 48 درجه جمع. خب این اگر ضرب 60 کنم، خب یک تا صفر یک خانه اشاری را به طرف راست میاره، میشه 3.62 625 ضرب 6. خب 6 5 30 3 حاصل، 6 2 12 3 هم حاصل داشتیم 15 یک حاصل، 6 8 36 یک هم حاصل 37 3 حاصل، 6 3 18 3 هم حاصل داشتیم 21. چند خانه اشاری داریم؟ 3 خانه اشاری، 1 2 3. خب 21 اشاریه 750، این صفر هم پاک میکنیم میشه 21 اشاریه 75. این به چی تبدیل شده؟ به دقیقه. خب حال دقیقه رو بین به ثانیه تبدیل کنین. زمانی که ایره به ثانیه تبدیل کنین، گفتیم دقیقه بزرگتر از ثانیه است، پس باید ضرب کنین. ضرب چند؟ ضرب از اینکه ببینیم یک دقیقه چند ثانیه میشه. خب یک دقیقه هست 60 ثانیه، پس اگر ضرب 60 بسازین دقیقه به چی تبدیل میشه؟ به ثانیه. خب البته اینجا باید چیکار کنین؟ اول 21 شد جدا کنین، درست است؟ میشه 48 درجه جمع 21 جمع، البته این دقیقه 0.75، این هم دقیقه. حال فقط 0.75 شما ضرب 60 کنیم. خب این قسمت چپاک میکنیم،
اگر من ایره ضرب 60 کنم دیگه دقیقش به چی تبدیل میشه؟ به ثانیه. خب ایره هم شما ضرب 60 کنین، جوابش رو بکشین و اون میشه ثانیهش. این بود از درس امروزی ما، انشالله که درس یاد گرفته باشین. ما با همدیگر در درس امروز با تعریف زاویه در هندسه و در مثلثات آشنایی پیدا کردیم و همچنان واحدهای اندازه‌گیری زاویه رو هم شناختیم. انشالله که درس یاد گرفته باشین، دوباره درستان مرور کنین و یک فعالیت هم که بعد از همین مثال دوم هست او رو هم حتما حل کنین. تا درس بعدی روز خوش، خدا نگهدار.